تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پاسخن خداوند نشستیم ببینید به ما چی میگه. هر آیه رو 5-6 دقیقه تفسیر قطعی فشرده و روان به جزء پنجم سوره نساء آیه 318 رسیدیم. آیه 318 و 319 رو با هم بخونیم. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. آیات قبل این بود که کسانی که خدا را رها میکنن سراغ مجسمه های میرن و سراغ شیطان طغیانگر. این آیه فرمود لعنه الله، خداوند لعنتش کرده، این او را از لطف خودش دور کرده. شیطان چی گفته؟ وقال، شیطان گفت لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، قطعا از بندگان تو سهم معین خواهم گرفت. حالا نصیبا مفروضا یا یعنی از جمعیت یه جمعی رو بر میدارم میبرم سراغ خودم، یا از هر انسانی یه دقایقی از عمرش میگیرم. از بندگان تو نصیبی رو شیطان به خدا گفت از بندگان تو سهمی رو من بر میدارم، یعنی مقداری از فکر و عمرشون میبرم در خط شیطانی. حالا از بندگان سهمی ببرم، یعنی مثلا از 1,000,000 جمعیت رو برمیدارم میرم، از چند میلیارد جمعیت رو برمیدارم میرم، یا نه از هر انسانی دقائقی رو برمیدارم، هر دوش قابل دارم. شیطان دیگه گفت چه؟ گفت لأضلنهم، حتما همه رو گمراه میکنم، ولأمنینهم، همه اینها رو به آرزوگاه سرگرمشون میکنم، ولآمرنهم، همه اینا رو دستورشو میدم که چی؟ میگم فلیوبتکن آزالن انعام، دستورشو میدم که گوش چارپایان رو بشکافن تا علامت بشه که این حیوان سهم بوتاست. یه برنامه خرافی بود که بتپرستا و مشرکین گوش حیوان را قاچ میدادن، شکاف میدادن و میگفتن این دیگه سهم بوتاست. وقت سهم بوتاست شد، این حیوان شد مقدس، دیگه نباد مثلا سوارش شد، نباد ذبحش کرد، یعنی این قداست به حیوانم دادن. میگفت شیطان میگه من این کار میکنم، از طریق خرافات بتپرستی رو رونق میدم. فلیغیرن خلق الله، من با وسوسه هایی که دارم کاری میکنم که اینها خلق خدا رو تغییر بدن. حالا یا قانون خدا رو تغییر بدن که بعضی گفتن، یا خلق خدا رو مثلا الان زن رو به صورت مرد در بیارن، مرد رو به صورت زن، دختر خودشون پسر میکنن، پسر خودشون دختر میکنن، یعنی تغییر میدیم در یعنی انسان، هویت انسانی رو از اینا میگیرن. و من یتقد شیطان ولی یا، هر کس که شیطان را سرپرست خودش پذیرفت، فقط خسر خسران اما بینا، خسارت کرده، چه خسارات آشکاری. خب اول که این آیه قولایی که شیطان داده، شیطان چند تا قول داده؟ یک، لأتخذن من عباده که نصیبا مفروضا، دو، لأذلن، سه، لأمنین، چار، ولآمرن، پنج. ولآمرن هم دو تا اومده، ولآمرن هم دو مرتبه گفته ولآمرن هم، یعنی گفته از بند خدایا من از بندگان تو بخشی رو، دقایقی از عمر هر کدوم یا جمعیتی رو از جمعیت بندگان تو گمراه میکنم، گمراهشون میکنم، سرگرم آرزوهاشو میکنم، دستورشو میدم به سمت خرافه برون. این قوله شیطان ده. البته خدا هم وعده داده، هم خدا وعده داده هم شیطان وعده داده، منتها وعده های خدا حقه، وعده های شیطان ناحقه. خدا وعده داده و من استغفر الله قیلا، بلن یخلف الله وعده، خدا اگر وعده داده که اگر توحید داشته باشی من چه میکنم، خدا وعدهش عمل میکنه. اما شیطان وعده هاشو میگه من گولتو زدم. این دو تا آیه
وعده هایی که یعنی اصرار شیطان بر انحراف، یعنی اصرار داره، چون همه هم با لام گفته. ببینید لا اتخذن، لا یعنی قطعا، ان الانسان لا فی خس، ان الانسان لا یتقا، کلمه لا لام مفتوحه یعنی قطعا، لا اتخذن یعنی قطعا این کار خواهم کرد، لا ازلنهم، لا امنهم، لا امرنهم، یعنی چهار بار تو این آیه گفته قطعا 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 قطعا. پس شیطون ای که میگن دشمن قسم خورده، قسماش با همین لامه، این لام ها یعنی لام قسمه. این اصرار ابلیس برای این که ما رو گمراه کنه. راه گمراه چیه؟ یک آرزوهاست. میگه خمس نده، پیری داری، کوری داری، دختر تو عروس نکردی، جهاز ندی، پسر داری دوماد نکردی، خمس رو خواهی چه کنده؟ حال چرا میگه مکه؟ حال باشه تا بعد پیر بشیم مر مکه، دیر نشده، حال نمیخواد توبه کنی، جوان هستی بذار صفا کن پیر بشیم تو، حالا نمیخواد ازدواج کنی بذار دستور خوش بشیم، حالا نمیخواد، میگه هی آرزو آرزو، به خود با آرزوها اینا رو سرگرم میشه میکنه. یکم راجع به این که خرافات و پلونا جلوه میدن، هر روز یه خرافه رو مطرح میکنی، یه بار عکس، یه بار نمیدونم زلفه، یه بار نمیدونم اصطلاحه، یه بار شعره، یه بار طنزه، یه بار فیلمه، هر روزی سر مردم رو به یه چیزی گرم میکنن. آرزوها، حالا دو گروه دارن فوتبال بازی میکنن، این طرفدار اونه، اون طرفدار اونه، شیشه ماشی بشکنن، علیه اون حرف برزنن، حالا دو تا گروه دارن بازی میکنن، یکی برنده میشه یکم میبازه دیگه، حالا شیشه شکستن، بد اخلاق کردن، جسارت کردن، وقت تلف کردن، پول تلف کردن، میگه اینا هم تو علی چی دلشون خوشه. یا مثلا فرض کنید که وادارشو میکنم دنبال یه کارای خارو، 40 روز ریاضت نخورن، 40 روز نخوابن، نمیدونم چقدر چنین چقدر چنین. حتی گاهی تو مثال مذهبی اینا رو منحرف میکنه، اینا رو سرگرم میشه میکنه، کدوم آیه قرآن 11 تا قاف داره، کدوم کلمه قرآن وسط قرآنه، این حدیث مال امام صادق یا مال امام کاظمه، مسجد نبی چند تا پایه داره، نمیدونم مسجد الحرام چند متره، باجناق ابوالفضل کیه، اسم مادر موسی چیه. حتی تو مسئله مذهبی گای سر اینا رو گرم میکنن به چیزایی که نه واجب است، نه مستحب است، نه نیاز فرد است، نه نیاز جامعه، تو اینا رو مشغول اصطلاحات میکنن، مشغول اصطلاحات میکنن، حساب نمی کنیم که آخه تو الان واسطه تحقیق میکنی، یه خودی که درس خوندی باید بروی تو فامیل تو شهرت داره مردم منحرف میشه، نه میگم من میخوام پایان نامه دکترا بنویسم، میگم بابا الان تابستونه، پسر ما پسر خاله تو کوچه های فرم پر از جوونن، یه 10 روزی پایان نامه رو بذار کنار، جوونا رو جمع کن خود باشون گپ بزن، میگه نخیر من دارم پژوهش میکنم، یا من میخوام رساله اجازه اجتهاد بگیرم. وقتی هم مثلا میبینیم حوزه نجف صدها و هزارها مجتهد توشه، حزب بعث درست میشه و همون حزب بعث حوزه رو نابود میکنه. چرا؟ به خاطر که ما غافل شدیم از تلاش دیگران. سرگرم اصطلاحات علمی، سرگرم مدال و مقام و نام و عنوان و آرزو و اینا همه سرگرمیه. ما بنده خدا بشیم دیگه، حالا هر چی شد شد، میگیم نه من بذار دختره خواستگارم میاد دارش، میگه نه بذار لیسانس بگیرم، آخ شوهرم فوق لیسانس گیرم میاد، فوق لیسانس هم بگیرم تا شوهرم دکتر بشه، به امید میشینه بعدم فوق لیسانس بشه، خواستگارم گیرش نمیاد، همش به آرزوها. از کی پول میگیریم؟ از کی وام میگیریم؟ اقدر سود میدیم بعد به یه همچی تجارت میزنیم سودش بیشتره، سود بانک رو میدیم بعد وقت باقیش برای خودم میمونه، از بانک سود میگیره، تجارتش ورشکست میشه، بانک بدهکار میشه، سودی هم نداره، خونه و زندگیش هم از دست میده، همش دنبال آرزوها. هر کسی تو دنیای خیاله، هر کسی دنیای خیاله. شیطون گفته من اینها رو با آرزوها سرشون گرم میکنم. باید مواظب باشین، روایات زیادی داریم که پیغمبر فرمود اون چه از شما بیش از هر چیز میترسن برای مسلمان ها یکی آرزوهای درازه. به جوانه میگیم دماد شو، میگم من دنبال یه دختر میگردم سه تا شرط داشته باشه، میگیم خب بگویم شرطش چیه، میگه یک پدرش میلیاردر باشه، میگیم شرط دوم، میگه پیر باشه، میگیم شرط سوم، میگه دو دفعه سکته ناقص کرده باشه، کمی که من دوماده شدم سکته سوم بکنه بمیرم ما یه ارثی از پدرزن ببریم. ببینید این
جوان ازدواج خودش عقب میندازه به آرزوی این که اصلا بود. شیطان گفته من از هر بنده ای تو سهمی رو خواهم گرفت، همه رو گمراه میکنم، گمراهشون میکنم، با آرزو سرگرم میشه میکنم، دستورش میدم به خرافات که از جمله خرافات بریدن گوشت حیوانه، گوش حیوانو ببر تا دیگه بگیم حیوان نزد بوتا شد دیگه سوارش نشو، از شیر و گوشت و پشمش استفاده نکن. خب البته شیطان همه رو نمیتونه گمراه کنه، میگه لا اتخذنم من عبادک، بعضی از بندگان حریف میشه. شیطان مثل سگ میمونه، سگ اهل خونه رو نمیگیره، غریبا رو میگیره. شیطان اولیا خدا رو کارشون نداره، غریبا رو پاتشون میگیره. خطر وسوسه هم جدیه، چون گفتیم با همش لا لا با لام بوده و ریشه همه شقاوت ها شیطان ملعونه و دشمنی شیطان هم دشمن قسم خورده، دشمن دیرینه. شیطان وادار میکنه که مردم حلال های خدا رو حرام کنن. هر کسی حلال خدا رو حرام کنه اونم کار شیطانی میکنه. میپرسن محرم و سفر عروسی نکنیم؟ میگیم نه، ایام عزاداری عزاداری میکنیم، اما اینطور نیست که حالا عروسی و عقد حرام باشه. خیلی چیزا ما یه چیزای حرام خدا رو حلال میکنیم، حلال خدا رو هم حرام میکنیم، هر دو از نظر خداوند یه جوره، یعنی هر دو منفوره. خیلی خوب، اسلام اجازه نمیده شما به خاطر یه فکر خرافه گوش حیوانو قیچی کنی ببری و بعد دیگه حیوان نزد بوتا شد دیگه بلا استفاده بونه، از شیر و مارک و کشک و پشمش استفاده نکنی. حیوانو نمیشه معطل کرد، وقت چقدر انسان ها تو جامعه معطلن. یعنی حیوان بلا مصرف و اسلام از ده نمیده، وقت انسان های بلا مصرف هیچ خاصیتی نداره. خود مواظب باشیم که خلاصه اطاعت از شیطان پذیرفتن ولایت شیطانه. یتخذ شیطان ولی یا شما اگر اطاعت کردی از شیطان معلوم میشه ولایت شیطان رو پذیرفتی. تنها خدا شایسته ولایته، هر کس غیر خدا را ولی خودش بگیره خسرانم مبینا. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد ما را از آرزوهای لغو، از خرافات لغو، از خیالهای لغو، از این که ضعیف باشیم و شیطان در ما نفوذ کنه، بخشی از ما را و بخشی از عمر ما را یا بخشی از امت ما را درشون نفوذ کنه، هممون حفظ کن. عمر دارم که تا حالا گل خوردیم، ما را ببخش و بیامرز. آیه 318 و 319 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.